بعد از موفقیت بیت کوین به عنوان پادشاه رمز ارزها، ارزهای زیادی به وجود اومدن. هر کس که دانش فنی داشته باشه میتونه رمز ارز بسازه. همین مسئله باعث شد تا ارزهای زیادی به وجود بیان، اما فقط تعداد کمی از اونها تونستن ارزش پیدا کنن و توجه سرمایه گذاران رو جلب کنن. دوج کوین یکی از ارزهای دیجیتالی بود که از همون اول توجه ایلان ماسک رو به خودش جلب کرد و رشدهای خودش رو مدیون این شخص بود. در ادامه به بررسی رشد اخیر دوج کوین می‌پردازیم. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به بررسی رشد اخیر ارز دیجیتال دوج کوین بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. دوج کوین چیست؟ دوج کوین ارز رمزنگاری شده متن باز مبتنی بر لاکی کوین محسوب میشه که با هدف سرگرمی به وجود اومد. دوج کوین پلتفرم غیر متمرکزیه که کاربران در اون میتونن پول رو آنلاین، سریع و با کارمزد کم انتقال بدن. طراحی این ارز بر اساس لایت کوین انجام شده. اصطلاحاً به این دسته از رمز ارزها مم کوین هم گفته میشه که دوج کوین سردسته اون هاست. مم کوین ها بیشتر تحت تاثیر اخبار، حمایت سلبریتی ها و غیره هستند. متاسفانه این ارز از سال 2015 هیچ آپدیت عمده ای نداشته. دوج کوین تونست بین کاربران محبوب بشه و در مدت زمان کوتاهی رشد زیادی داشته باشه. این ارز اخیراً رشد مجددی داشته که طبق معمول اون رو مدیون ایلان ماسک، کسی که خودش رو پدر دوج کوین معرفی کرده. مزایای دوج کوین. سرعت بلاک دوج کوین 1 دقیقه است. با وجود اینکه دوج کوین بر اساس پروتکل اسکریپت لایت کوین ساخته شده، اما سرعت بلاک لایت کوین 2.5 دقیقه است. این نشون دهنده کارآمدتر بودن دوج کوینه. تراکنش ها در دوج کوین سریعتر انجام و تایید میشن. علاوه بر این موضوع، کارمزد های دوج کوین هم بسیار کمتر از لایت کوین یا بیت کوینه. از همین رو هم برای تریدرها جذاب تره. اختلاف اصلی دوج کوین با بقیه رمز ارزها رو میشه تورمزایی اون دونست. این کوین ها همیشه استخراج میشن و کوین های از دست رفته رو جایگزین میکنن. هرچند که وقتی حد بالا به دست بیاد، دیگه استخراج این کوین ها چندان مقرون به صرفه نیست. رشد 25% دوج کوین. تأثیر ایلان ماسک بر بازار کریپتوکارنسی و به خصوص ارز دوج کوین از کسی پوشیده نیست. اما اخیراً وقتی ایلان ماسک اعلام کرد که شرکت خودروسازی تسلا برای فروش بعضی از خودروهاش ارز دوج کوین رو میپذیره، بعد از مدت‌ها تونست یه جهش قیمتی رو تجربه کنه. بعد از اینکه ایلان ماسک این خبر رو در توییترش منتشر کرد، قیمت دوج کوین حدود 13% افزایش پیدا کرد و به قیمت 21 سنت رسید.
این رقم اوج سی‌روزه اون بود. این روند صعودی ادامه داشت و در واقع این توییت ایلان ماسک تونست در مجموع باعث رشد 25% دوج کوین بشه. هرچند بعد از این موضوع بازار اصلاح شد و دوج کوین در نهایت با قیمت 19 سنت معامله شد. اما این یه جهش عالی در کارنامه دوج کوین محسوب میشه. این اقدام تسلا حدوداً یک ماه بعد از این اتفاق افتاد که ایلان ماسک گفت تمایل داره تا از دوج کوین به صورت آزمایشی در پرداخت‌ها استفاده کنه. ایلان ماسک از ابتدای ایجاد این ارز به اون علاقه خاصی نشون داد و خودش رو پدر اون نامید. یکی از دلایل علاقه خودش رو هم برتری این ارز نسبت به سایر کریپتوکارنسی‌ها مثل بیت کوین و مصرف کمتر انرژی بیان کرد. اون همچنین در مصاحبه‌ای گفت بیت کوین برای جایگزینی ارزهای فیات مناسب نیست و دوج کوین برای تراکنش‌ها بسیار بهتر و مناسب تره. هزینه های تراکنش بالای بیت کوین باعث شده تا انتخاب مناسبی نباشه، اما میشه از اون به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش دارایی ها استفاده کرد، اما نه برای مبادلات. ایلان ماسک معتقده که دوج کوین به گونه ای طراحی شده که مردم رو به خرج کردن تشویق میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما دوج کوین همچنان میتونه رشد کنه؟ حمایت ایلان ماسک از دوج کوین تا کجا ادامه داره؟ آیا واقعا دوج کوین یه ارز آینده دار محسوب میشه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.